این صندلی جدید کوکیه. چی رو برای تو بذارم بهت گفتی؟ یه سری از اون شیرینی ها یکم پذیرایی بابایی خیلی خدمات ضعیف ها. چه خدماتی؟ سروش آخ بله این به نظره چی میتونه باشه؟ این بالش زیر گردنه عزیزم. بالش زیر گردنش که خیلی هم مو چسبیده باشه. او خطری که؟ زیر گردن میره. آفرین. ببین تیوی این نفر رو دیدین؟ خودمت سلیم همین سری قبلی خودمونا مال چهارشنبه. آیه دیدم فیلم. آره خوبی؟ خوب بود. ماما بیشتر بفرمایی شامون خیلی نگاه میکنم. نه اونم نگاه میکنم باشه اول اینو ببین تیوی رو ببینینا. مال خودم هم نگاه میکنی؟ نه نگاه میکنم هستم. چهارشنبه بخشی از برنامه ایوان بهشت شبکه دو اختصاص داشت به سخنرانی حسین انصاریان. ایوان بهشت؟ ایوان؟ آره پوش بریم تو ایوان. بایی از این برنامه هاست که رو مخ آدم میره. اکثر مردم تاریخ این خداست. کمدیانه؟ من احمدتون و برکتون. مسیری رو که برای یافتن این آب حیات این چرا اینجوری صحبت میکنه بنده خدا؟ اونجا هنوز جنساشون چیزه ریگولیت نشد. گروهی تو خیال خودشون گنج سازی کردن. سرابه، هیچی نیست. پس اینا مگه بودن تا همینجا خوابم بود. یعنی با این سرعت بخواد سخنرانی کنه یه 6-7 ساعتی مردم باید بشینن تا حرفش تمام بشه. وای بر پدرت لعنت. با این حرف زدن نفس آدم میگیره. بخواد گوش بده برای من اتفاق خوبه چون میتونم قشنگ بفهمم چی داره میگه. کاش که همه اینطوری صحبت میکردن چون فارسی زبونه تندیه میدونی؟ که تو دورون خودشون خیال بافی کرده بودن سعادت اینه. بابا چشاتو واز کرده غلر بزن خوابم کردی چی میگی؟ ببین خب این مسیر سعادت رو و خوشبختی انسان رو از دیدگاه اسلام داره میگه. اوکی از دیدگاه اسلام تو داری میگی اصلا حرفت هم درست، ولی این دیدگاه تا زمانی محترمه که تو کسی دیگر رو اجبار نکنی. تو یه بنده خدایی گفته بود که به زور نمیشه مردم وارد بهشت کرد. نه، البته اون چرت و پرت آقای روحانی گفتش که روحانی بود؟ بله. حالا یه نمونه کوچیکشو من براتون عرض میکنم که در این نمونه کوچیکم محکم صحبت کن. یه نمونه کوچیکشو میخوام الان براتون عرض کنم. محکم صحبت کن آقا. ترسیدم خدا پریسا. شکستن قلب مادر سنگین تر. دوربینی، دوربینی فیلم بردارم میشناسنش همدن نشونش میدن دمشون گرم خدایی. پروردگار مالک عالم و آفریده ها صادر کرده. آقا حوصله‌ام سر رفت حرفتو دیدی بهت میگم نمیفهمی چی میگه. خسته شدم اصلا معلوم نیست چی داره میگه. حقیقتا کمر خم کردن معنی نداره. خود رو در مقابل یه صاحب مسند حقیر دیدن معنی نداره. این حالات همه ضد پروردگار. میخوای تعظیم کنی هفت عضو بدن تو بذار رو خاک، پیشونیت هم بذار رو خاک در پیشگاه او. حتی یه ذره اشتباه فنی داشت حرفش چون گفت هفت عضو بدن تو بذار بعد پیشونی تو بذار که میشد هشتا. اون هشتا میشتیه؟ اوکی حاج آقا ضد پروردگار شما میگی نباید در برابر صاحب مسند خودتون رو حقیر بدونید.
خدا هم یک صاحب مسند هست. شما دعای ندبه، دعای کمل، دعای عرفه، همه اینها رو نگاه بکنید. تمام میگه انل مسکین و انل مستجیر. اون کسی که این دعا رو داره میخونه به تمام معنا داره خودش رو حقیر میکنه در قبال خدا. توی مذهب خودتون، توی روزه ها و سینه زنی هاتون میگین انا کلب الحسین، من سگ حسین هستم. کدوم حرفتون آجا باور بکنیم؟ برای چی میترسی؟ چرا نگرانی؟ راک بازه، راحتم بازه، ایبارم که راحت میشه برطرف کرد. یه نفر فکر کنم از نظر ذهنی تسلیم شد دیگه مقابل حرف زنی. داره گریه میکنه؟ میخنده. دلت میخواد دو زانو بشینی؟ خب در پیشگاه پروردگار بشین. اون یاری داری گریه میکنه به حال خودش، به وضعیت و روز خودش داری گریه میکنه. اما یکی هم گنج سعادت رو واقعیتش رو میبینه و برای معرفی این گنج و توانمند شدن حرکت در این راه مفت هزاران عالم واجد شرایط در اختیار مردم گذاشته. مفت مجانی نفت دارین میخورین. که بهشون بگه سعادت از طریق دین، وحی، عمل به وحی به دست میاد. و وقتی هم که این گنجو به دست آوردی دیگه از دستت نمیره تا ابدالآباد. آفرین ایول بابا ایول. پس برو به دستش بیار. آره دیگه جیب شما هم قشنگ پر بشه تا ابدالآباد. قشنگ گفت خاک دوست. این حرفش که در کل خیلی معنی نداشت. اصلا نمی‌فهمم چی میگه. نگاه چی حرف رفت میزنه. چی میگه؟ خیلی مبحثی که داشت در مورد حرف میزد خیلی اهمیتی نداشت. نکات مثبت این ویدیو این بود که آقای دوربینی رو دوباره دیدیم. و اون آقای داشت گریه می‌کرد، نفهمیدیم چی شد. اونم جای بحث داشت. بابا سعادت رو به خدا شما ما نشون دادین این 40 سال. شما باورتون نمیشه ما چقدر شما ما رو سعادتمند کردین. هر بار این درو ما کم نبند نرو چه ربطی داشت؟ ما آهنگ بخونم بهتر.